سلام به کوکمک، خوش اومدید. برای آموزش این سالاد یلدایی با ما همراه باشید. برای لایه اول ما نیاز داریم به سیب زمینی پخته شده و رنده شده. من سیب زمینی ها رو آب پز کردم، پوستش رو گرفتم و حالا با رنده درشت رندش میکنم. حتما با رنده درشت رنده کنید، چون اگر با رنده ریز رنده کنید سیب زمینی ها خیلی له میشن. ما نیاز نداریم که سیب زمینی هامون خیلی له بشه و کشدار بشه. برای درست کردن این سالاد ما نیاز داریم به یه دونه رینگ که اینو وسط ظرف میذاریم و مواد رو میریزیم داخلش. اگر میخواید موادتون به رینگ نچسبه میتونید یک مقدار دیواره هاشو با قلممو چربش کنید. اول به کمک قیف من یه لایه نازک سس مایونز میریزم. بعد سیب زمینی رنده شده رو کف قالبم میکنم. دوباره یه لایه سس مایونز می‌ریزیم و یک دستش می‌کنیم. سه تا تخم مرغ آب پز کردم. پوستش رو میگیریم و رنده میکنیم. تخم مرغ هم دو مرتبه با رنده درشت رنده میکنیم. با دستتون خوب فشار بدید که اینا کاملا منسجم بشه تا راحت بتونید در آخر رینگ رو در بیارید. دوباره یه لایه سس مایونز و کامل پخشش میکنید. سینه مرغ رو آب پز کردم. اگر میخواید مرغتون به این شکل بافتش نرم باشه با غذا ساز میتونید ریش ریشش کنید. اضافه میکنم روی سالادم.
یه چند تام انار دون شده تو این مرحله اضافه میکنم. دوباره یک مقدار سس مایونز. با استفاده از یه قاشق سس کامل روی مواد پخش میکنیم و یک مقدار روش فشار میاریم تا کامل مواد روی هم منسجم بشه. به این شکل. برای دیدن ویدیو آموزش بیشتر حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید. توی این مرحله نیاز داریم به هویج پخته شده و رنده شده. هویجا رو من از قبل آب پز کردم، پوستشون رو گرفتم و با رنده درشت رندهشون میکنم. هویج رنده شده را اضافه میکنیم، با دست کامل بهش فشار میاریم تا منسجم بشه. دوباره یه لایه سس مایونز. با قاشق پخشش میکنیم. میذاریم کنار، میریم برای لایه بعدی. چغندرم از قبل آب پز کردم، پوستشو گرفتم و الان با رنده درشت رنده میکنم. چغندر رنده شده را میریزم روی هویج. با دست کامل فشردش میکنم. بعد از ریختن مواد تو هر مرحله میتونید به این شکل یک مقدار نمک به موادتون اضافه کنید، یا اینکه مثل من تو مرحله پخت به موادتون نمکش رو اضافه کنید. دوباره یه لایه سس. با قاشق روش رو صاف میکنید. من این سالاد رو به مدت 2 ساعت میذارم تو یخچال خودشو بگیره و میارم تزئینش میکنم. برای تزئین سالادمون یه مقدار دونه انار روش میریزم. و با دست بهش فشار میارم تا کاملا منسجم بشه.
برای تزیین بیشتر میتونید از شوید پاک شده هم استفاده کنید. با این سالاد سفره یلداتون رو زیباتر کنید.